میرسیم به سومین زیر عنوان از زیر عنوان های نهگانه که جئوگرافیکال دیستریبیوشن یا انتشار جغرافیایی هست. این بیماری جزء بیماری های بومی تمام مناطق کره زمینه، چون قبلا هم اشاره کردم. با توجه به اینکه ابتلای به این بیماری یا واکسیناسیون علیه این بیماری ایمنی مادام العمری ایجاد نمیکنه، حتی در کشورهایی که پوشش واکسن خیلی بالا هست، باز بار دیگه در سنین نوجوانی و جوانی و سنین بالاتر ممکنه با مواردی از این بیماری مواجه بشیم، یا در کشورهایی که پوشش واکسن خیلی پایینه همواره با مواردی از همگیری ها و طغیان های این بیماری در سنین پایین مواجه میشیم. با این وجود در مجموع از زمانی که پوشش واکسیناسیون در سطح دنیا به حد قابل قبولی رسیده و همچنان رو به افزایش هست، به سرعت و به شدت از میزان موارد بیماری و مرگ ناشی از اون کاسته شده. اینجا اومده یک آماری را ارائه داده که نشون دهنده این واقعیته که در سال 2008 میلادی حدود 16 میلیون مورد به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده، یا به عبارت صحیح تر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 16 میلیون مورد را در اون سال تخمین زدن، در حالی که میبینیم در سال 2018 یعنی به فاصله 10 سال بعد از آمار قبلی موارد شدت کاهش پیدا کرده و دیگه اثری از آثار اون 16 میلیون مورد نیست، حدود 150,000 مورد. این موفقیت به برکت پوشش بالای واکسیناسیون حاصل شده. یا مثلا مرگ ناشی از بیماری در سال 2008 89,000، نزدیک 90,000 مورد بوده در سطح جهان، ولی در حال حاضر به شدت کاهش پیدا کرده و همه اینها به برکت واکسیناسیون افراد در نقاط مختلف دنیا حاصل شده. اینها آخرین اطلاعات مربوط به این بیماری هست. در مورد انتشار جغرافیایی من توضیح دادم خدمتتون. اون چی که در اسلاید 31 میبینید توضیح واضحاته، فقط مثال زده شده. مثلا اونجایی که میگیم در کشورهای پیشرفته صنعتی این بیماری بیشتر در نوجوانان و جوانان عارض میشه، انگلستان و ژاپن و سوئد و آمریکا و امثال اونها رو مثال زده. یا اونجایی که میگیم این بیماری در کشورهایی که پوشش واکسیناسیون در حد قابل قبولی نیست یا واکسیناسیونی صورت نمیگیره، افغانستان را مثال زده. همچنین اشاره‌ای به وضعیت بیماری در ایران شده. ما متاسفانه آمار دقیق و صحیحی از این بیماری نداریم. همینقدر خدمتتون بگم که موارد اثبات شده این بیماری در سال 1394 حدود 142 مورد بوده، با 2 مورد مرگ ناشی از بیماری، ولی مسلماً موارد بیش از این هاست، به خصوص در بزرگسالا، چون ما پوشش واکسیناسیونمون خیلی خوبه. پوشش واکسیناسیون سگانه ما نزدیک 100%، همونی که در ژاپن هست، در انگلستان هست، در آمریکا هست. بنابراین بیشتر در بزرگسالا با این بیماری مواجه میشیم و این آمار آمار خیلی کمیه. چهارمین زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه روند زمانی سیاه سرفه است. آیا سیاه سرفه تا به حال پاندمی هم ایجاد کرده یا خیر؟ چیزی به اسم پاندمی ثبت نشده، هرچند این بیماری از گذشته های بسیار دور تا به حال در تمام نقاط دنیا دیده می شده و همچنان دیده میشه، ولی این به مفهوم پاندمی نیست. آیا میتونه باعث ایجاد اپیدمی یا طغیان بشه؟ بعد حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی، حتی در کشورهایی که پوشش واکسیناسیون خوبی دارن، در بزرگسالا چه بسا باعث ایجاد اپیدمی یا طغیان بشه. آیا تناوب زمانی خاصی داره؟ یعنی هر چند سال یک بار به طور تکرار پذیری بر میزان بروز و شیوع اون افزوده میشه؟ بله، منتها تناوب زمانی که
حدودتر 3 تا 5 سال یک بار تکرار شونده هست در کشورهای انتظار داریم دیده بشه که واکسن نمیزنن یا پوشش واکسن بسیار پایینه، نه در کشورهایی که پوشش واکسن در حد بالایی هست. پس تناوب زمانی هم در اینجا به اثبات رسیده. آیا الگوی فصلی داره یا خیر؟ بله، الگوی فصلی اون پاییز است، برعکس که اونچه که انتظار داریم. چون بیماری های تنفسی انتظار داریم که بیشتر زمستان بهاره باشن، اواخر زمستان و اوائل بهار، ولی به دلیل نامعلومی بیشترین موارد سیاه سرفه همواره در فصل پاییز اتفاق می افتاده و همچنان هم اتفاق می افته. همونطور که عرض کردم تناوب زمانی 3 تا 5 ساله میتونه داشته باشه، از نظر سیزونالیتی یا فصلی بودن هم در فصل پاییز بیشتر حادث میشه. معنیش این نیست که در فصول دیگه این بیماری عارض نمیشه، در فصول دیگه میزان بروز و شیوعش کمتره. به پنجمین زیر عنوان میرسیم که تأثیر سن و جنس و شغل و موقعیت اجتماعی هست. شما ملاحظه فرمودید که میزان بروز ممکنه که در تمامی سنین اگه همه حساس باشن تقریبا یکسان باشه، ولی میزان موارد با علامت و بدون علامت یا میزان موارد شدید و موارد کشنده قطعا در ارتباط با سن افراد هست. همه بدیهای این بیماری به سمت دوران کودکی و به خصوص دوران شیرخوارگی سوق داده میشه، از موارد با علامت و شدیدش گرفته تا موارد کشنده. آیا جنسیت هم بر این عوامل اثرگذاره؟ به دلیل نامعلومی میزان مرگ در خانم‌ها یک قدری بیشتر از آقایون هست، ولی سایر موارد در جنس مذکر و مؤنث تقریبا یکسانه. با شغل و موقعیت اجتماعی انتظار داریم که ارتباط داشته باشه، چون بعضی از مشاغل و بعضی از موقعیت‌های اجتماعی باعث تماس بیشتر یا تماس کمتری میشن و بنابراین در رابطه با بعضی از مشاغل در کسانی که حساسن نسبت به سیاه سرفه ممکنه میزان موارد بیماری افزایش پیدا بکنه. باز هم تأکید بر همون مسائل مرتبط با سن، آماری را از کشور آمریکا داره اینجا ارائه میده، مبنی بر این که تا قبل از اینی که پوشش واکسیناسیونشون به حد قابل قبولی برسه بیش از 80% موارد بیماری در سنین کمتر از 5 سالگی اتفاق می افتاده و فقط حدود 3% اون در سنین بالاتر از 15 سالگی. این آماریه که در کشورهای دیگه هم تقریبا به همین شکل بیان شده. بنابراین بیماری یک ارتباط تنگاتنگ شناخته شده با سن انسان میتونسته داشته باشه، در حال حاضر هم میتونه به قوت خودش باقی باشه. قبلا من یک اشاره‌ای کردم که در رابطه با جنس میزان موارد مرگ در خانم‌ها یک قدری بیشتر از آقایونه، ولی گفتم خدمتتون که علت بر ما پوشیده است، نمیدونیم چرا. همچنین در رابطه با سن یک نکته‌ای را عرض کردم، باز تکرار میکنم که مثلا در کشور آمریکا یا بعضی کشورهای دیگه که فعلا پوشش واکسیناسیون خوبه، در مقایسه با زمانی که واکسنی وجود نداشته روی سن افراد اثر گذاشته این موضوع. یعنی قبلا بیماری بیشتر در کودکان حادث میشده، در حال حاضر در سنین جوانی و نوجوانی. این نمودار رو شما ملاحظه بفرمایید، بیماری یک زمانی در سنین پایین بیشتر دیده می شده، در حال حاضر در کشورهایی که پوشش واکسیناسیون خوبی دارند میزان موارد در سنین حدود حالا اینجا بالاتر از 20 سالگی را گفته، 20 سالگی و بالاتر موارد بیماری در این سنین بیشتر هست. ششمین زیر عنوان از زیر عنوانهای نهگانه تأثیر عوامل مساعد کننده است. آیا عوامل فرهنگی عقیدتی میتونن اثرگذار باشن؟ بعد در کشورهایی که زیر بار واکسیناسیون
کودکانشون نرفتند به دلایل عقیدتی خرافی، مسلماً همچنان با طغیان‌ها و همگیری‌های بیماری در سنین پایین مواجه میشن. آیا زمینه‌هایی مثل ضعف ایمنی و ابتلا به بیماری‌های سرکوبگر ایمنی و مصرف داروهای مضعف سیستم ایمنی میتونه در سیر این بیماری اثرگذار باشه یا خیر؟ اثرگذار هست ولی چندان پررنگ نیست، چندان بارز نیست. این بیماری عامل عفونت‌زاش اونقدر قوی هست و مسلح به سلاح‌های مختلف هست که صغیر و کبیر را ممکنه از پا در بیاره. نیازی به زمینه ضعف ایمنی و نقص ایمنی نیست. یک کودک کاملا سالم را یا یک فرد بزرگسال کاملا سالم را میتونه مبتلا بکنه و از شدت‌های مختلفی هم میتونه برخوردار باشه. آیا استرس‌های مختلف میتونه اثرگذار باشه؟ بر اساس تئوری‌های موجود بله. آیا فقر و بیخانمانی میتونه اثرگذار باشه؟ اگر فقر و بیخانمانی منجر به این بشه که موازین بهداشتی مراعات نشه یا جمعیت خانواده و ازدحام جمعیت زیاد باشه و واکسیناسیون هم صورت نگیره، در این صورت میتونه اثر منفی داشته باشه. مهمترین عامل مساعد کننده را در اسلاید 41 عدم واکسیناسیون ذکر کرده، یعنی کسانی که واکسن نزدن ولی در این حال ممکنه که دچار فقر تغذیه هم باشن یا دچار عفونت‌های روده‌ای یا عفونت‌های تنفسی دیگه هم باشن، اینها بدنشون مستعدتر برای ابتلا به سیاه‌سرفه. اینها عوامل زمینه‌ای میتونه باشه. بنابراین عوامل زمینه‌ساز بروز این بیماری یکی عدم واکسیناسیون هست، یکی دیگه فقر تغذیه و سوء تغذیه، یکی دیگه عفونت‌های گوارشی و یکی هم عفونت‌های دیگر دستگاه تنفسی، عفونت‌های غیر از سیاه‌سرفه. اینها میتونه بدن را مستعد کنه برای ابتلا بیشتر و شاید هم شدیدتر به این بیماری. هفتمین زیر عنوان از زیر عنوان‌های نهگانه حساسیت و مقاومت، یعنی susceptibility and resistance هستش در مقابل این بیماری. آیا مقاومت طبیعی وجود داره؟ نه. مقاومت طبیعی در ارتباط با نژاد یا رنگ پوست تا به حال به اثبات نرسیده. آیا مسئولیت اکتسابی بعد از ابتلا ایجاد میشه؟ قبلا اشاره کردیم مسئولیت خوبی ایجاد میشه ولی پایدار نیست. آیا مسئولیت اکتسابی بعد از واکسیناسیون حاصل میشه؟ بله، به وجود میاد ولی این هم پایدار نیست. نکته عجیبی که در اسلاید 43 هست اینه که متاسفانه با اینکه آنتیبادی به صورت انفعالی یا پسیو از مادرانی که واکسینه هستند به جنین اونها انتقال پیدا میکنه و نوزادانی که از چنین مادرانی متولد میشن انتظار میره تا یه مدتی دچار بیماری سیاه‌سرفه نشن، ولی این آنتیبادی به دلیل نامعلومی در چنین نوزادان و شیرخارانی فاقد اثرات لازم هست. درست شنیدی، این برعکس اون چیزیه که در سرخک و سرخچه و بعضی از بیماری های دیگه اتفاق میفته و آنتیبادی مادری به فراوانی در بدن جنین و نوزاد و تا 6 ماهگی بعد از تولد و گاهی تا بیشتر از اون ممکنه ادامه پیدا کنه و مانع بیماریزایی بعضی از عواملی بشه که در همون دوران شیرخارگی ممکنه وارد بدن شیرخاران بشن. اینجا چنین اتفاقی نمیفته و عرض کردم همونطور که در این کادر هم ذکر شده، با اینکه آنتیبادی مادری از سد جفتی عبور میکنه و به بدن جنین میرسه، ولی چنین نوزادانی تا چند ماه بعد مسئولیتی در مقابل این بیماری ندارن، به خصوص در اون 6 ماهه اول که های ریسکن و میزان موارد پنومونی و مرگ درشون در حد بالایی هست، متاسفانه چنین آنتیبادی فاقد اثر هست. میزان حملات ثانویه، میزان حملات ثانویه سیاه‌سرفه همونطور که قبلا هم اشاره کردم اینجام تأکید میکنم بسیار بسیار بالاست، حدود 90%.
یعنی یک نفر مبتلا اگر در یک جمعیت 100 نفره حساس قرار بگیره 90 نفر اونها رو ممکنه مبتلای به این بیماری بکنه. 90% رقم بالایی را تشکیل میده. یک چیزی نظیر سرخک یا نظیر آبل مرغان. بیشترین قابلیت سرایت در اواخر مرحله اول و اوائل مرحله دوم حادث میشه، یعنی در فاصله 2 هفته. یعنی اگه فرض بذاریم بر اینکه مرحله اول که مرحله زکام و علائم مقدماتی هست حدود 2 هفته طول میکشه، در پایان هفته اول این قابلیت سرایت افزایش پیدا میکنه تا هفته اول فاز دوم پاروکسیسمال، اون سرفه های حمله ای. در طی این 2 هفته بیشترین قابلیت سرایت را بیماری میتونه داشته باشه. راه های انتقال بیماری. بیماری از طریق تنفسی منتقل میشه، منتها بیشتر از طریق دراپلت ها، بیشتر از طریق ذرات درشت. معنیش اینه که در تماس چهره به چهره با بیماران این بیماری انتقال پیدا میکنه. منتها اینجا تماس چهره به چهره را واقعا در یک فاصله بیش از 1 متری باید در نظر گرفت، چون شدت سرفه ها به قدری زیاده که این ذرات آلوده ممکنه تا بیش از فاصله 1 متر پرتاب بشن به سمت سر و صورت و چشم و دهان افرادی که نسبت به بیماری حساسن. به هر حال راه اصلی و شناخته شده انتقال بیماری دراپلت ها یا ذرات درشت هستن، درست همون چیزی که برای کووید 19 هم مطرحه، یا برای سل هم مطرحه، یا برای آنفولانزا هم مطرح هست. از طریق دراپلت ها منتقل میشن و مسلماً زدن ماسک در اینجا میتونه راهگشا باشه و جلوی انتقال را تا حدود زیادی بگیره. در مورد پیریود آف کامیونیکابیلیتی یا دوره قابلیت سرایت در اسلایدهای قبل تلویحاً اشاره کردم و در اینجا به صراحت خدمتتون عرض میکنم که حدود 2 هفته است این دوران قابلیت سرایت. از هفته اول به بعد، یعنی از آغاز هفته دوم تا پایان هفته سوم بیماری. یادآور میشم که گفتیم بیماری ممکنه 2-3 ماه طول بکشه، ولی در تمامی دوران 3 ماهه قابلیت سرایت نداره یا قابلیت سرایت یکسانی نداره. بیشترین قابلیت سرایت در همون روزهای اول هست، در همون 1-2 هفته‌ای که خدمتتون عرض کردم. این هم در کسانی که آنتیبیوتیک دریافت نمی کنن، در کسانی که به موقع بیماریشون رو تشخیص بدیم و تحت پوشش آنتیبیوتیک مناسب، مؤثر و به مقدار کافی قرار بدیم، قابلیت سرایتشون در عرض 5 روز تقریبا به 0 نزدیک میشه. از طرفی در کسانی که درمان نکرده باشیم گفتیم حدود 2 هفته. پس اون حدود 2 هفته در کسانیه که تحت پوشش آنتیبیوتیک قرار نگرفتن، در حالی که این 5 روز در کسانیه که تحت پوشش آنتیبیوتیک قرار گرفتن. مخازن بیماری. بوردتلا پرتوسیس مخزنی جز انسان نداره، بنابراین جز به بیماری هایی که میتونه کاندید ریشه‌کنی و ناپدیدی باشه. یک روزی که پوشش واکسیناسیون در کل دنیا به نزدیک 100% برسه، البته گفته شده که حدود 95-96%، ولی حالا یک کمی من اغراق‌آمیز گفتم، وقتی پوشش واکسیناسیون از اینی که الان هست بالاتر بره و اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا در مقابل این بیماری مسئولیت پیدا کنن، اون تعداد کمی هم که واکسن نزده ان در اثر هرد ایمونیتی یا ایمنی جامعه در مواجهه با بیماران قرار نمی گیرن و این عامل که مخزنی جز انسان نداره محکوم به فنا میشه و ریشه‌کن میشه. همون اتفاقی که در آبله افتاد، منتها در آبله چون قابلیت سرایت پایین تر بود، به محض اینکه 80% مردم دنیا واکسینه شدن، 20% دیگه هم به برکت هرد ایمونیتی در تماس قرار نگرفتن و عامل آبله محکوم به فنا شد و ناپدید شد و ریشه کن شد.
در اینجا چون بیماری قابلیت سرایت بالاتری داره زمانی هرد ایمونیتی ایجاد خواهد شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا مسون بشن، یعنی واکسینه بشن. به هر حال رزروار یا مخزن، مخزنی جز انسان نداره. ما یه بردتلای دیگری هم داریم تحت عنوان بردتلا پاراپرتوسیس. این بردتلا پرتوسیس هست، این مخزنی جز انسان نداره، ولی بردتلا پاراپرتوسیس که علائمی شبیه به سیاسرفه ایجاد میکنه، البته با شدت کمتر و مورتالیتی پایینتر، اون جزء زونوز هاست. در اونجا صحبت از مخزن انسانی به تنهایی نیست، مخازن متعددی در بین حیوانات میتونه داشته باشه. در حال حاضر که کودکان در اغلب نقاط دنیا تحت پوشش واکسن قرار میگیرن، این حالت ریزروار بودن یا حالت مخزنی بیشتر مخصوص بزرگسالانه. بزرگسالان به عنوان مخزن مطرحن و عامل عفونت‌زا رو میتونن به کودکان انتقال بدن، درست عکس اتفاقی که در گذشته های دور زمانی که واکسنی وجود نداشت رخ میداد. یعنی این کودکان بودن که قبلا مخزن به حساب می اومدن و عامل عفونت‌زا را به بزرگسالان انتقال میدادن. در این تصویر شما همین واقعیت را ملاحظه میفرمایید. نحوه انتقال سیاه سرفه در دوران قبل از واکسیناسیون، در اونجا کودکان به عنوان مخزن مطرح بودند و عامل عفونت‌زا را برای پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر اعضای خانواده به ارمغان می بردن. ولی در حال حاضر اتفاق دیگری می افته. کودکان اکثرا واکسینه هستند و بنابراین این بزرگسالان هستند که حتی اگه قبلا هم واکسینه بودن ممکنه در سنین بالاتر دیگه فاقد ایمنی باشن و عامل عفونت‌زا در بدنشون حضور پیدا کنه، حالا چه با ایجاد بیماری علامت دار یا عفونت بدون علامت، ولی به عنوان مخزن مطرح باشن و عامل عفونت‌زا را به کودکان انتقال بدن. بخش دوم را هم پشت سر گذاشتیم. در بخش سوم پیشگیری مقدماتی و سطح اول تا چهارم. در پیشگیری مقدماتی طبق معمول به کلیات میپردازیم، یعنی اقدامات پیشگیرنده‌ای که نه تنها از بروز سیاه سرفه پیشگیری میکنه بلکه جلوی بروز بیماری‌های مشابه را هم میتونه بگیره. مگه اشاره نکردیم که این بیماری از طریق تنفسی انتقال پیدا میکنه؟ مگه تأکید نکردیم که از طریق ذرات درشت یا دراپلت ها انتقال پیدا میکنه؟ مگه تأکید نکردیم که در تماس چهره به چهره منتقل میشه؟ اگر موازین بهداشتی مرتبط با این گونه انتقال ها را مراعات بکنیم، نه تنها از بروز سیاه‌سرفه بلکه از بروز کووید 19 و سل و آنفولانزا و طاعون و بسیاری از عوامل دیگه‌ای که از همین راه ها منتقل میشن جلوگیری میشه و این میشه پیشگیری پریموردیال یا نخستین یا مقدماتی. بعد میرسیم به پیشگیری سطح اول. پیشگیری سطح اول را به منظور حفظ سلامتی افراد سالم در مقابل یک بیماری به خصوص با رعایت موازین بهداشتی و ارتقای آگاهی‌های بهداشتی مردم، با ایمونوپروفیلاکسی و با کموپروفیلاکسی که در اسلایدهای بعد من توضیح میدم خدمت. پیشگیری سطح دوم را به منظور بازگرداندن سلامتی به کالبد افرادی که دچار بیماری شدند انجام میدیم. چگونه؟ با تشخیص زودرس و درمان به موقع. در این خصوص هم خدمتتون توضیح خواهم داد. پیشگیری سطح سوم را به منظور توانمندسازی ناتوانی های ناشی از سیاه سرفه انجام میدیم. این را هم خدمتتون توضیح میدم. و بالاخره پیشگیری سطح چهارم هست که از جنس بقیه پیشگیری ها نیست، بیشتر به رعایت موازین اخلاقی شباهت داره و اون هم عبارت است از خودداری از تحمیل هزینه های تشخیصی درمانی غیر لازم به بیماران. در مورد پیشگیری سطح اول
لازم راه‌های اصلی انتقال را برای مردم تشریح بکنیم. لازم افراد های ریسک را به اونها معرفی بکنیم و به مردم یاد بدیم که اولا به موقع باید کودکانشون را واکسینه بکنن یا خودشون اگر جزو افراد های ریسک هستن واکسینه بشن، و ثانیا در رابطه با راه انتقال به اونها یاد بدیم که چه موازین بهداشتی را باید مراعات بکنن. سعی کنن با افرادی که دچار سرفه های قطاری و مشکوک بسیار سرفه هستند یا کیس شناخته شده این بیماری هستند در تماس چهره به چهره قرار نگیرن، و اگه مجبور شدن قرار بگیرن از ماسک معمولی استفاده بکنن. در آموزش های بهداشتمون برای ارتقای آگاهی بهداشتی مردم اینها رو باید آموزش بدیم. به اونها یاد بدیم که های ریسک ترین افراد از نظر سنی کودکان کم سن و به خصوص شیرخواران کمتر از 6 ماهه هستن. به اونها یاد بدیم که هرچند این بیماری ممکنه مخاطرات جنینی ایجاد نکنه و مثل سرخجه باعث نقایص خلقت نشه، ولی یک خانم باردار به خصوص در 3 ماهه سوم بارداری اگه مبتلا بشه به دلیل اون سرفه های شدید ممکنه دچار سقط جنین بشه یا مرده‌زایی ایجاد بشه یا دچار پارگی زودرس کیسه آب بشه و مجبور بشن به حاملگی به طور زودرس خاتمه بدن. پس در آموزش هامون افراد های ریسک را افرادی مثل خانم های باردار یا کودکان کم سن معرفی میکنیم و مردم را به رعایت موازین بهداشتی لازم دعوت میکنیم و به اونها یاد میدیم. مسئله ایمونوپروفیلاکسی را هم عرض کردم، اهمیت اون را هم برای مردم تشریح میکنیم و هم اینکه در سیستم واکسیناسیونمون سعی میکنیم اون چرا که روی کاغذ هست به اجرا در بیاریم، که البته خوشبختانه در مملکت ما به اجرا در اومده و پوشش واکسیناسیونمون در حد افتخارآمیزی در حد بسیار بسیار بالایی هست. این واکسن رو تقریبا در تمام نقاط دنیا از سن 2 ماهگی شروع میکنن و سری ستایی اولیه را به فاصله 2 ماهه، یعنی سن 2 ماهگی، 4 ماهگی و 6 ماهگی تزریق میکنن. در جمهوری اسلامی هم همین مسئله اتفاق میفته، همونطور که در این جدولم ملاحظه میکنید سری اولیه را در سن 2 ماهگی، 4 ماهگی و 6 ماهگی، این میشه سری اولیه. بعد به فاصله 1 سال بعد دوز بعدی تزریق میشه، یعنی در سن 18 ماهگی، و بالاخره در سن 6 سالگی هم یک دوز دیگه. منتها همونطور که در رابطه با بیماری های دیگه هم خدمتتون عرض کردم، از چند سال قبل به این طرف یکی از اجزای واکسن پنجگانه یا واکسن پنتا یا پنتاوالان را همین واکسن سیاه‌سرفه تشکیل میده. بنابراین در سنین 2 ماهگی و 4 ماهگی و 6 ماهگی واکسن پنجگانه یا پنتا را تزریق میکنیم که یکی از اجزای اونم عامل سیاه سرفه هست، و در سن 18 ماهگی که دیگه نیازی به بعضی از اجزای واکسن پنجگانه نیست، واکسن سیاه سرفه را به صورت واکسن سگانه یعنی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه استفاده میکنیم، و در سن 6 سالگی هم از واکسن سگانه در واقع استفاده میکنیم. کودکانی رو که دیر به مراکز بهداشت درمانی آورده باشن، مثلا به جای 2 ماهگی بین 3 تا 12 ماهگی آورده باشن، در این کودکان هم اگر همچنان زیر 1 سالگی هستن، سه نوبت اول را به صورت واکسن پنجگانه در نظر میگیریم، یعنی یک نوبت در همون ویزیت اول، یک نوبت به فاصله 1 ماه از ویزیت اول، و یک نوبت هم به فاصله 1 تا 3 ماه از دومین نوبتی که زده ایم، یعنی فاصله ها رو کم میکنیم. و بالاخره
نوبت چهارم را که میخوایم تزریق کنیم دیگه این کودک حتما به سنین بالاتر از 12 ماهگی رسیده و در اون سنین دیگه نیازی به این نیست که از واکسن پنجگانه استفاده بشه، میریم سراغ واکسن سگانه. پس یک نوبت هم حدود 6 ماه تا 1 سال بعد از واکسن سگانه استفاده میکنیم و بالاخره نوبت آخر را در سن 6 سالگی باز هم به صورت واکسن سگانه. البته حداقل 1 سال فاصله با یادآور قبلی باید در اینجا در نظر گرفته بشه. حالا گاهی ممکنه با کودکانی مواجه بشیم که بین 1 تا 6 سالگی برای دریافت واکسن‌های روتین به مراکز بهداشت درمانی آورده شدن. در سنین قبل از 2 سالگی ما 1 نوبت واکسن هموفیلوس آنفولانزا باید بزنیم. اینجا فرض کنید که یک کودکی که میگیم 1 تا 6 سالگی، به هر حال کودکیه که دیر آوردندش، باید به گونه‌ای برنامه ریزی بکنیم که اقلن 1 نوبت واکسن هموفیلوس آنفولانزا دریافت بشه. واکسن هموفیلوس آنفولانزا جزوی از اجزای واکسن پنجگانه است، بنابراین اولین نوبت را واکسن پنجگانه برای چنین کودکانی در نظر میگیریم که هم تحت پوشش واکسیناسیون سیاه‌سرفه قرار بگیرن و هم اینکه هموفیلوس آنفولانزا را دریافت بکنن. دومین نوبت را دیگه به صورت واکسن سگانه به فاصله 1 ماه، سومین نوبت را هم باز به فاصله 1 ماه تا 3 ماه بعد از دومین نوبت باز هم به صورت واکسن سگانه و بالاخره چهارمین نوبت را که به فاصله 6 ماه تا 12 ماه بعد برای اونها تزریق میکنیم باز هم به صورت واکسن سگانه و آخرین نوبت باز هم واکسن سگانه هستش که البته حداقل 1 سال باید با نوبت قبلی فاصله داشته باشه. این هم برنامه واکسیناسیون علیه بوردتلا پرتوسیس هست در کشورهای خارج، فرقی با جمهوری اسلامی نمی کنه. همون 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، حدود 18 ماهگی و بالاخره اینجا نوشته 4 تا 6 سالگی، ما معمولا 6 سالگی رو در نظر می گیریم. منتها یه سری نکات اضافی هم در این اسلاید هست که من ازتون درخواست می کنم توجه بکنیم. ممکنه با یک فرد بالغی مواجه بشیم که واکسینه نیستن، یه نوبت واکسن کفایت میکنه، منتها نوع واکسن ممکنه متفاوت باشه. اینجا داره میگه که تتانوس، همون واکسنی که بالاخره از واکسن کزاز، توکسوید کزاز، فرقی بین سنین مختلف نیست، و دیفتیری با دی کوچیک نوشته شده، یعنی مقدار ماده مؤثره باید کمتر باشه چون در سنین بالا با همون مقداری که در کودکان میدیم اگر بخوایم بدیم عارضه ایجاد میکنه، و AP یعنی A-cellular pertussis، یعنی واکسن ضد سیاه‌سرفه‌ای که از پیکره کامل این عامل عفونت‌زا ساخته نشده است. این بهترین نوع واکسنه، یعنی عوارضی که ایجاد میشه خیلی کمتر از عوارض واکسنیه که از پیکره کامل بوردتلا پرتوسیس ساخته شده. پس در بزرگسالا گفته شده که 1 دوز از چنین واکسنی استفاده میکنیم، بالغین جوان حالا بگیم، یا در ادالتس بالغین دیگه حالا یک کمی سنین بالاتر، در اونها هم از چنین واکسنی 1 نوبت استفاده میکنیم، و بالاخره در پرسنل بهداشتی که از قبل واکسینه نبودن، در اونها هم 1 نوبت از چنین واکسنی استفاده میکنیم تا اگر در تماس با بیماران قرار گرفتند به علت اینی که در مقابل بیماری حساس هستند دچار این بیماری نشن. و یا در مورد زنان باردار تأکید شده که در هر دوره بارداری از یک چنین واکسنی 1 دوز استفاده بشه. باز هم تکرار میکنم مطلبی رو که قبلا عرض کردم، به زنان باردار اگر واکسن کزاز تجویز میکنیم بیشتر به خاطر نوزادشونه که بعدم که متولد میشن دچار کزاز نوزادی نشن، ولی اگر واکسن سیاه‌سرفه به اونها تزریق میکنیم به خاطر خودشونه، به خاطر اینه که
در سه ماهه سوم بارداری مخصوصا اگر دچار سیاه سرفه بشن مخاطراتی برای خودشون در درجه اول ایجاد میشه و جان اونها رو به خطر میندازه، ضمن اینکه ممکنه باعث پارگی زودرس کیسه آب و سقط جنین و مشکلات دیگه ای بشه. پس واکسن سیاه سرفه رو در اینجا به این دلایل تجویز میکنیم. به این اسلایدم پس لطفا توجه بکنید. در مجموع در بزرگسالا به هر دلیل که برای اولین بار ما میخواییم واکسینشون بکنیم، یک دوز واکسن سیاه سرفه میتونه کفایت بکنه تا مدت ها. در این اسلاید هم همون مطلب را تکرار کرده که یک نوبت این واکسن در بزرگسالا میتونه کفایت کنه و در جمهوری اسلامی هم از بهترین نوع واکسن که همون واکسن آری از سلول هست، AP که اینجا ملاحظه میکنید، استفاده میکنیم در اون فواصلی که در اسلاید های قبل به اون اشاره شد. در این اسلاید تأکید شده بر این واقعیت که تمامی نیروهای بهداشتی و پزشکی شامل حال همه ماها میشه که قبلا واکسن سیاه سرفه را دریافت نکرده اند باید یک نوبت از این واکسن تزریق بشه. صحبت از واکسن سیاه سرفه شد. واکسنی که قبلا مورد استفاده قرار می گرفت از پیکره کامل عامل عفونت‌زا تهیه می شد، یعنی تمامی اون اجزایی که گفتیم سلاح‌های این عامل عفونت‌زا هستند در اون واکسن حضور داشتند. البته واکسن کشته شده ای بود، اسمش بود هول سل واکسین، یعنی واکسن تولید شده از پیکره کامل عامل عفونت‌زا. ولی یه مدت که گذشت دیدن علارغم این که مسمومیت بالایی ایجاد میکنه و یه قدری هم طولانی هست، ولی متاسفانه عارضه زیادی هم به بار میاره. اینه که اومدن و واکسن جدیدی را از بعضی از اجزاء این عامل عفونت‌زا، مثلا از هماگلوتینینش یا پرتوسیستوکسینش یا بعضی از توکسین های دیگه یا بعضی از آنتیژن های دیگه تولید کردن و اسمش گذاشتن ای سلولر واکسین، یعنی واکسن آری از سلول، یعنی واکسنی که از پیکره خود سلول نیست، از پیکره خود عامل عفونت‌زا نیست، بلکه اجزایی از عامل عفونت‌زاست، ای سلولر واکسین. این واکسن تقریبا همون خواص واکسن هول سل یا واکسن ساخته شده از پیکره کامل عامل عفونت‌زا رو داره، ولی عوارض کمتری ایجاد میکنه. منتها یه عیب بزرگم داره، مدت زمانی که مسمومیت ایجاد میکنه کوتاه‌تر از واکسنیه که از پیکره کامل تولید میشد. منتها همچنان واکسن انتخابی به دلیل سلامتی بیشتری که داره همین واکسن آری از سلول هست، ای سلولر واکسین. عوارض این واکسن تا زمانی که از واکسن ساخته شده از پیکره کامل عامل عفونت‌زا استفاده می شد خیلی بیشتر از اونی بود که در حال حاضر هست. به عبارت دیگه در حال حاضر هم عوارض این واکسن وجود داره، ولی کمتر از زمانیه که از واکسن دیگری استفاده می شد. این عوارض میتونه شامل درد و قرمزی موضعی باشه و همچنین علائم سیستمیک مثل تب و حتی تشنج باشه که در واکسن ساخته شده از سلول کامل از شیوع بیشتری برخوردار بوده. یکی از عوارض شناخته شده واکسن سیاه سرفه ایجاد عوارض عصبی هست، همونطور که ابتلا به خود این بیماری هم اگه یادتون باشه گفتیم میتونه باعث ایجاد سرع بشه، باعث ایجاد آنسفالوپاتی بشه. خود واکسن هم خیلی به ندرت ممکنه چنین عوارض عصبی ایجاد کنه، ولی در این استاید که استاید 62 هست بر این واقعیت تاکید شده که این عوارض اگر هم قرار باشه بروز بکنن پایدار نیستن و زود گذر هستند خوشبختانه. از جمله عوارضی که باعث میشه از دریافت این واکسن محروم بشیم شوک آنافیلاکتیک هست،
یعنی کسانی که یک نوبت از این واکسن را دریافت کرده باشند و دچار واکنش های آنافیلاکتیک، یعنی اون نوعی از شوک خطرناک، نوعی از حساسیت خطرناک شده باشند، دیگه نباید دوزهای بعدی را دریافت کنند. ممنوعیت واکسن را دارم خدمتتون عرض میکنم. پس یکی اینها هستند. همچنین کسانی که دچار بیماری های عصبی پیش رونده هستند، اونها هم نباید از این واکسن استفاده بکنند و تجویز این واکسن درشون ممنوع اعلام شده. در این اسلاید شما پوشش واکسیناسیون سیاه‌سرفه را در قالب واکسن سگانه ملاحظه می‌فرمایید. حدود 90% یا بیشتر در سطح دنیا تحت پوشش این واکسن قرار گرفتن. البته این یک رقم و عدد میانگینی هست، ممکنه در بعضی از کشورها خیلی پایین تر، در بعضی از کشورها تا نزدیک 100% هم برسه. و به موازات افزایش پوشش واکسیناسیون، از میزان موارد سیاه‌سرفه هم همواره کاست. این یک موفقیت در کل دنیا، از جمله در جمهوری اسلامی ایران، چون اینجا ملاحظه می‌فرمایید که پوشش واکسن سگانه در جمهوری اسلامی طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت طی سالهای اخیر به حدود 100% رسیده. از دور افتاده ترین نقاط سیستان، بلوچستان و کردستان تا شمال و جنوب و مناطق مرکزی کشور از پوشش بسیار بالایی برخوردار. این هم همون واقعیت رو نشون میده. کشورهایی را که به رنگ آبی نشون داده، اینا کشورهایی هستند که پوشش واکسن سگانه در سال 2019 میلادی بیش از 90% بوده، از جمله در کشور خودم. پیشگیری سطح اول دارم خدمتتون توضیح میدم. پس یکی ایمونوپروفیلاکسی بود، ایمونوپروفیلاکسی اکتیو یا همون واکسیناسیون که توضیح دادم خدمت. اقدام دیگه‌ای که در رابطه با پیشگیری سطح اول میتونیم انجام بدیم کموپروفیلاکسی هست، یعنی تجویز دارو به تماس یافتگان. تماس یافتگان کیا هستند؟ اعضای خانواده فردی هستند که طی 21 روز بعد از شروع علائم بیماری در تماس بودند، یعنی طی 3 هفته گذشته از زمانی که علائم بیماری در اونها ظاهر شده، یا اگر عضو خانواده نیستند، هم اتاقی ها، دو تا کارمند مثلا، دو تا همکار، یا در یک کلاس کسانی که حساس هستند و در تماس با مبتلایان قرار گرفتند. به هر حال تماس یافتگان بایستی تحت پوشش کموپروفیلاکسی با ماکرولید ها قرار بگیرند، یعنی با اریترومایسین یا آزیترومایسین یا کلاریترومایسین با دوزهای مشخص و زمان مشخص. برای اریترومایسین که ارزونترین و شناخته شده ترین اونهاست، حدود 1 تا 2 هفته باید کموپروفیلاکسی ادامه پیدا کنه و برای کلاریترومایسین یک مقداری کمتر. شما فقط این نکات رو به ذهنتون بسپرید که کموپروفیلاکسی تأثیر شناخته شده‌ای در تماس یافتگان داره و از ماکرولیدا استفاده میکنی، یعنی اریترومایسین یا آزیترومایسین یا کلاریترومایسین. من قبلا به افراد آسیب پذیر اشاره کردم، ولی در این اسلاید هم که اسلاید 68 یک اشاره دیگه میکنم. افراد آسیب پذیر یا تماس یافتگان خانوادگی هستند، به خصوص شیرخواران کمتر از 1 ساله و خانم های بارداری که در 3 ماهه 3 حاملگی هستند. به صرف این که اعضای یک خانواده اند و در 1 4 دیواری و زیر 1 سقف زندگی میکنند، تماس یافته به حساب میان. و یکی دیگه هم تحت عنوان سایر تماس ها، باز همین دو گروه را در نظر میگیریم، یعنی افراد کمتر از 1 ساله و خانم های باردار در 3 ماهه 3. منتها میاییم و شرط میگذاریم، میگیم مشروطه بر این که تماس چهره به چهره با افراد مبتلا به این بیماری داشته باشن، و یا اگه تماس چهره به چهره ندارن، مدتی در 1 اتاق یا در 1 مکان سربسته حضور داشتند
مثلا در یک سالن یا در یک اتاق کار در بین کارمندا یا در یک کلاس. اینها افراد آسیب پذیرتری هستند و همه جزو تماس یافتگان به حساب میان که باید تحت پوشش کموپروفیلاکسی قرار بگیرن. و اما ایزولاسیون بیماران، گفتیم یک بیماری شدیداً مصریه، گفتیم گاهی ممکنه لازم بشه اینها در بیمارستان بستری بشن. پس نوع ایزولاسیون و مدت زمان اون بایستی برامون مشخص بشه. نوع ایزولاسیون، ایزولاسیون تنفسی هست، بایستی از ماسک استفاده کرد، بایستی از تماس چهره به چهره خودداری کرد. مدت زمان ایزولاسیون در کسانی که تحت پوشش آنتیبیوتیک قرار نگرفتن 2 هفته است، همون 2 هفته‌ای که دیدیم قابلیت سرایت بالایی دارن. ولی در کسانی که تحت پوشش آنتیبیوتیک مناسبی قرار گرفتند 5 روز هم کفایت میکنه. پس حدود 2-3 هفته در کسانی که تحت پوشش دارو قرار نگرفتن و حدود 5 روز در کسانی که تحت پوشش آنتیبیوتیک قرار گرفتن. این پوشش آنتیبیوتیک منظورمون بیمارانه. یعنی به عبارت ساده تر، گاهی ما با بیمارانی تماس پیدا میکنیم که آنتیبیوتیک دریافت نمیکنن. خب این بیماران باید حدود 2 هفته ایزوله بشن. و گاهی با بیمارانی در تماس قرار میگیریم یا مواجه میشیم که تحت پوشش آنتیبیوتیک مناسب هستن. اینها کافیه به مدت 5 روز ایزوله بشن و ما در تماس هایی که داریم همون قواعد مربوط به 2-3 هفته و 5 روز را لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم و مراعات کنیم. داروهایی که برای پروفیلاکسی این بیماری هست تقریبا همون داروهایی که برای درمان هم به کار برده میشه، یعنی بازم اریترومایسین، آزیترومایسین، کلاریترومایسین، دوزش هم که قرار شد هر وقت لازم شد نگاه بکنیم. و بازم همون پروفیلاکسی مثلا در دوران بارداری، هیچ فرقی نمیکنه دوران بارداری با دوران غیر بارداری، هیچ کدوم از این داروها ممنوعیتی نداره. و یه خانم باردار حساس اگر در تماس با افراد بیمار قرار بگیره همون 1-2 هفته باید تحت پوشش پروفیلاکسی با مثلا اریترومایسین یا سایر ماکرولیدها قرار بگیره. پیشگیری سطح اول پشت سر گذاشتیم، به پیشگیری سطح دوم میرسیم که هدف اون بازگرداندن سلامتی به کالبد بیماران هست. چگونه؟ با تشخیص زودرس و درمان به موقع. تشخیص زودرس در همون روزهای اولیه بیماری با انجام کشت و PCR امکان پذیره، چون PCR یه قدری زودتر از کشت مثبت میشه. کشت هم در همون روزهای اولی که علائم بالینی وجود داره میتونه به سرعت مثبت بشه. بنابراین با انجام کشت یا PCR میتونیم به تشخیص زودرس دست پیدا کنیم. ولی اگر به هفته های 3-4 بیماری بگذره و بخوایم تشخیص بدیم، دیگه نه کشت مثبت میشه و نه PCR کمکی به تشخیص میکنه. در اینجا باید به سراغ آنتیبادی ها بریم، بررسی آنتیبادی ها، به خصوص آنتیبادی IgG. در اسلاید بعد من توضیح بیشتری خدمتتون میدم. پس راه های تشخیصی، درسته که کشت و PCR و بررسی آنتیبادی بود، ولی کشت و PCR به تشخیص زودرس کمک میکنن، بررسی آنتیبادی تشخیص زودرس را برای ما فراهم نمیکنه. زمانی که دیگه بیماری رو به بهبودی هست، تقریبا در اون موقع هستش که آنتیبادی میتونه مثبت بشه. و در این اسلاید میبینید که یک مورد چهارمی هم برای تشخیص من نوشتم، ولی خط قرمز روش کشیدم، به درد یک تست 4 جوابی میخوره. کدوم یک از شیوه های تشخیصی سیاه سرفه قابل توصیه نمیباشد؟ جوابش دایرکت فلورسنت آنتیبادی هست، یعنی آنتیبادی فلورسانت مستقیم. درسته که یک شیوه تشخیصیه ولی قابل توصیه نیست. این اسلاید رو شما ملاحظه بفرمایید. گفتیم که در روزهای اول بیماری و به خصوص در
هفته اول کشت و پی سی آر میتونه مثبت بشه و ما رو به تشخیص زودرس برسونه. ولی زمانی که به فاز پاروکسیسمال یا حمله ای میرسیم، ممکنه اوائلش همچنان کشت و پی سی آر مثبت باشن، ولی معمولا مثبت نیستن و اون چه که به تشخیص کمک میکنه همون سرفه های تیپیک قطاری هست با اون مشخصاتی که قبلا خدمتون عرض کردم. با این وجود آنتیبادی هم در این مرحله تا حدودی کمک کننده است، ولی بیشترین کمک تشخیصی را آنتیبادی ها در مرحله سوم بیماری به ما میکنند، در مرحله کانوالسنت، همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید. بیشتر آنتیبادی آی جی جی که به وسیله تست الایزا اندازه گیری میشه کمک تشخیصی میکنه. در مورد آنتیبادی ها همون نکاتی که خدمتتون عرض کردم کفایت میکنه. همینقدر تاکید بکنم که بیشتر آنتیبادی آی جی جی قابل اندازه گیریه. و نکته دیگری که قابل تاکید هست اینه که متاسفانه در کودکان کم سنی که دچار این بیماری میشن، به دلیل اینکه سیستم آنتیکور سازیشون و کلن سیستم ایمنیشون هنوز تکامل پیدا نکرده، ممکنه که آنتیبادی ضد بوردتلا پرتوسیس تولید نشه و کمک تشخیصی به ما نکنه. صحبت از تشخیص زودرس شد، بعدش هم درمان زودرس. به محض اینکه تشخیص زودرس حاصل شد، ما میتونیم اریترومایسین یا آزیترومایسین یا کلاریترومایسین به مدت کافی تجویز بکنیم. این هم کار آسونی هستش. هر کدوم از این داروها را با دوز مشخصی که در اسلاید 77 هم ذکر شده میشه تجویز کرد. به پیشگیری سطح سوم که میرسیم، میگیم عبارت است از توانمندسازی ناتوانی های ناشی از این بیماری. مگه نگفتیم ممکنه خونریزی مغزی ایجاد کنه؟ این خونریزی به صورت تجمع لخته در زیر پرده های اطراف مغز ممکنه که خودش را نشون بده. خب باید متوسله به عمل جراحی شد و اون لخته ها رو خارج کرد. این میشه پیشگیری سطح سوم. مگه نگفتیم ممکنه باعث شکستگی دنده ها بشه؟ اگر بیماران جان سالم به در ببرند، عمل جراحی ارتوپدی که برای شکست بندی این دنده ها و ترمیم اونها انجام میشه پیشگیری سطح سوم به حساب میاد. مگه نگفتیم این بیماری میتونه باعث ایجاد فتق بشه؟ عمل جراحی فتق پیشگیری سطح سوم به حساب میاد. و پیشگیری سطح چهارم هم که قبلا عرض کردم، اجتناب از انجام اقدامات تشخیصی درمانی غیر لازم و تحمیل هزینه های زیرفت به بیماران هست. ویدئوی مربوطه را هم براتون ارسال میکنم.